باید یاد بگیریم حیدری به جنگیم، علوی به جنگیم. جمهوری اسلامی در حالی که با اتکا به توان موشکی و پهپادی خود را قدرت منطقه خاورمیانه می‌خواند، در سال 1402 کارنامه موفقیت آمیزی در این زمینه نداشته است. حدود 100 روز پس از کشته شدن سید رضی موسوی، تأثیرگذارترین فرمانده سپاه پاسداران در سوریه، در حملات هوایی اسرائیل، دو افسر اطلاعاتی سپاه پاسداران در حملات جنگنده‌های اسرائیلی در 11 فروردین 1402 به منطقه المزه دمشق کشته شدند. میلاد حیدری و مقداد مهقانی تلفات این حمله بودند. درگیری غیر مستقیم تهران و تل آویو با حملات حماس به شهرک‌های اسرائیلی در 7 اکتبر شدیدتر شد، به طوری که 47 مورد از حملات اسرائیل به اهدافی در سوریه پایگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن بوده است. 30 دی 1402 یکی از سخت‌ترین روزهای سپاه پاسداران در سوریه بود. در حملات جنگنده های اسرائیل به یک مقر نظامی، یوسف امیدزاده معروف به حاج صادق، فرمانده اطلاعات نیروی قدس در سوریه و جانشین او با نام مستعار حاج محرم کشته شدند. دو افسر دیگر هم جزو کشته شدگان این حمله اعلام شدند. ما هرگز در مقابل شهادت فرزندان این امت ساکت نخواهیم بود. انتقاممان همیشه سخت است. جنگنده‌های اسرائیلی چند بار دیگر در بهمن و اسفند سال 1402 مواضع نیروهای سپاه را در سوریه هدف قرار دادند، اما این پایان کار نبود. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم که حملات موشکی و پهپادی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق و نیز به اماکنی در اسرائیل آغاز کرده بودند، با حملات شدید نیروهای آمریکایی مواجه شدند. تهدیدهای جدی واشنگتن این بار نیز رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل نیروهای مسلح در ایران را مجبور کرد، همانند چند ماه پیش که در یک عقب نشینی آشکار گفت تهران هیچ ارتباطی با حملات 7 اکتبر نداشته، از نیروهای نیابتیش در عراق و سوریه بخواهد حملات به نیروهای آمریکایی و اسرائیل را متوقف کند. من به ایران و نیروهای نیابتیش در خصوص هر گونه تلاش برای اقدام و به خطر انداختن نیروهای ایالات متحده و شرکای ما هشدار می‌دهم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای دفاع از نیروهایش در منطقه و پاسخ به هر گونه تجاوز علیه خود در موقعیت خوبی قرار دارد. کارنامه ماجراجویی و حضور نظامی ایران در سوریه در سال 1402 با تلفات جانی بیشتر که به گفته رئیس بنیاد شهید از زمان حضور در این کشور اکنون به بیش از 7000 کشته و مجروح رسیده، به همراه هزینه‌های مالی بیش از 30 میلیارد دلاری بسته شد. حال جا دارد یک بار دیگر این سوال را از حاکمان جمهوری اسلامی پرسید که نقطه شکست ماجراجویی و توقف هزینه‌های گزاف بیهوده برای آن کجاست؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.